مرحوم حاجی نوری از علمای ما یه کتابی نوشته راجع به خوابها به نام دارالسلام، یه داستانی نقل کرده اونجا که تو اون داستانم اسم حضرت معصومه معصومه اومده، بلا همه جا اومده فاطمه. ایشون میگه یک آقایی در بغداد مسیحی به نام یعقوب دچار بیماری کلیه شد که تشنگی شدید درش عارض میشد. این آقای مسیحی بستریش کردن بیمارستان، اون روز به این مرضا میگفتن استسقا، یعنی مرضی که تشنگی میاره، ضعیف، لحیف، لاغر، بدن مرتب وزن کم میکرد، هرچی هم آب میخورد تشنگی رفع نمیشد. اطباء بغداد دیگه ناامید شدن. ایشون میگه من یک شب خواب دیدم یه خانومی که تعبیرش اینه، میگه قد بلندی داشت اما چهرش رو من نمیدیدم. به من گفتن پاشو برو سر قبر پدرم کاظمه، اونجا متوسل شد. از خواب پریدم آمدم به مادرم گفتم، گفت مادر خجالت بکش، ما مسیحی هستیم، ما که مسلمان نیستیم. این حرفا چیه؟ خوابی دیدی بی خود؟ شب دوم خواب دیدم، فرمود برو سر قبر پدرم در کاظمه. گفتم شما کی هستی؟ فرمود انا المعصومه اخت الرضا، من معصومه خواهر امام. میگه اینجا اسم معصومه تو این نقل اومده، تو این آدرسی که بهتون دادم. میگه بلند شدم و رفتم یکی از دوستانم که هر حال مسلمان بود شیعه بود، گفت بله خب کاظمه این که قبر موسی بن جعفر، خیلی هم میان فقط مسلمان نیستن، بیا بریم. ما رو آورد کاظمه، اینو برد منزل یکی از علمای کاظمه، گفت ایشون فلانیست، یه همچین خوابی دیده، این مرض رو داره. اون آقا هم من آورد حرم موسی بن جعفر علیه السلام و متوسل شدم، یواش یواش مرضم بهتر شد، طول کشید یه کمی ولی این استسقا رفع شد، شفا گرفت و به دست اون آقا مسلمان شدم و شیعه شدم. و دیگم میترسیدم برگردم بغداد، چون مادرم، داییام، فامیلا اینا اساس بودن یه مسیحی بیاد مسلمان شه. اون آقا کمک کرد و کربلا برای من یه جایی گرفت و اومدم کربلا و مقیم کربلا شدم. حاجی نوری استاد عاشق عباس قمی میگه من میشناسم ایشون، فرزندانش و خاندانش رو در کربلا میشناسم، خود ایشون نقل کرده اونجا تو کتابش.